بلند شو جیگر گوشم، مثل خورشید بدرخش. لورا برو به برادرت بگو از خواب بیدار شه. من بیدار میشم ولی نمیدرخشم. لورا به برادرت بگو قهوهش حاضره. به مادر رو عصبانی نکن تام، امروز با مادر حرف بزن. باش آشتی حرف نزدن رو اون اول شروع کرد. فقط کافیه بگی از این جریان متاسفی، بعدشون کلن با تو آشتی میکنم. حالا حرف نزدنش میزنه. اینقدر مهمه؟ لورا بالاخره میری کاری رو که گفتم انجام بدی یا باید خودم لباس بپوشم و برم؟ الان پالتو رو میپوشم و میرم. فقط کره بگو بذاره به حساب. مادر وقتی نسیه میگیرم آقای کارفینگل یه جور دیگه نگاه میکنه. سنگ و چوب ممکنه قلم پای آدم رو بشکنه، ولی قیافه آقای کارفینگل به ما آزاری نمیرسونه. چونم به برادرت بگو قهوه سرد میشه. لورا یا همین الان برو یا اصلا نرو. همین الان مادر رفتم. آخ لورا چیزی نیست، پام سر خورد طوری نشدم. اگه کسی پاشو پلا بشکنه باید از صابخونه شکایت کرد، باید تا پاپاسی آخر داراییشو جریمه بده. اداکاریای من برای شما، منو به صورت یه افرید در آورده، منو پیرزن کرده. تقصیر خودمی که بچه هم ازم نفرت دارن. نه مادر اینطور نیست. چرا؟ دائم مضطربم و یه خواب راحت ندارم، این منو عصبانی میکنه. میفهمم مادر. تو این چند سال مجبور بودم برای گذرون زندگیمون دست تنها مبارزه کنم، حالا دیگه تو دست راست منی پسرم. خواهش میکنم منو تنها نذار. سعی میکنم مادر، بهت قول میدم. تلاش کن، تلاش تو بکن، حتما موفق میشی. آخه تو خیلی با استعدادی، بچه های من هر دوتاشون فوق العاده‌ان. خیال میکنی من نمیدونم؟ خدای من چقدر داشتن شما من سربلندم، چقدر خوشبختم. من فکر میکنم باید برای این همه چیز خدا رو شکر کنم.